طلوع، موسیقی، تنهایی و تنهایی، درخشش ابدی یک ذهن بی‌خدشه، سفر، خاطره ها، تجربه شکست ها و پیروزی ها، دوردست ها و رسیدن به مقصود دلانگیز. و بهار خانه‌اش می نامید. کودکی، پدر و مادر و رفیقان جان، درود بر شما، به دیدار خوش آمدید. در تابستان داغ سال 1344 در شهر کهن و با شکوه سربلند ساری، محله مهدی‌آباد به دنیا آمدم. تمام خاطرات کودکیم در این شهر شکل گرفته. خانواده، همشهری ها، دوران تحصیلی و سالهای قهرمانی. من فرزند این شهر دیارم. از امروز تا بی نهایت سپاسگزار همیشگی مهر محبت همشهریانم هستم. با آرزوی بهترین ها و سربلندی برای کشور عزیزم ایران. ارادتمند مجید ترکان. به دیدار خوش آمدید. قدمتون بر چشم. در دهه 60 وزنهای 48 و 52 کشتی کشورمون مختص پهلوانی بود که من افتخار دارم در این برنامه دیدار در خدمتشون هستم. همونطور که ابتدای برنامه آشنا شدید با صدایشان و نامیشان، جناب پهلوان دکتر مجید ترکان مهمان من هستند. خیلی خوش آمدید. خوشحالم از زیارتون دکتر. ماشاءالله ماشاءالله بزنم به تخته. انگار نه انگار که مدت هاست از کشتی رو کنار گذاشتید. الانم همون 48 تا 52 کیلویی. بدن رو خوب ماشاءالله نگه داشتید. تشکر میکنم. قبل از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همچنین بینندگان عزیز. بندم خیلی خوشحالم بعد از سالها مدتهای طولانی دوباره شما رو زیارت میکنم و میتونیم از کلام شما استفاده کنم و همچنین که امیدوارم در این تایمی که داریم بتونیم از تبادل این صحبتهایمون نتیجه خوبی بگیریم انشالله. خب اولین سوال من به نظرم مطرح شد، دکتر خودتون رو چطوری نگه داشتید بعد از کشتی؟ البته با دوشک خداحافظی نگردید، ولی بدن رو اینطوری ماشاءالله نگه داشتن خیلی هنره. خدمت شما عرض کنم که یه جاهایی هست که ما در مورد شرایط جسمی خودمون خیلی باید رعایت کنیم. وقتی ما در دوران قهرمانی خودمون در روز دو جلسه سه جلسه و با اینکه کاهش وزنی که در دوران قهرمانی داشتیم، یه جاهایی که تموم میشه باید اینو حفظ کرد. حالا یه تعداد دوستان رعایت میکنن، یه تعداد رعایت نمیکنن. در کار مربیگری از نظر پیکر، از نظر جسته، یه جایی هست وقتی با
کشتگی با قهرمان میخواد کار کنین، از دیداری خیلی تاثیر داره که میبینن یک مربی با بدن تناسب، یعنی تناسب خوب، و یا اینکه یه علاجی سنت که یه مقداری نامعقول هست. با این تفاصیل، با این نگاه من خودم رو حفظ کردم و بحث تغذیه رو رعایت میکنم. بسیار خوب حفظ کردی. میخواین از گوگولوف روس شروع بکنی؟ چه سالی بود؟ خدمتتون عرض کنم که گرفتید فکر کنم اون سال کاملا درسته، در سال 1985 بوده، در مسابقات جهانی بوداپست، کشتیگیر روس، البته اون زمان به نام کشور اتحاد جماهیر شوروی می اومدن، هنوز به صورت فروپاشی که نبوده. اونجا تیم خیلی قوی روسا داشتن و اونجا من تونستم این قهرمان چندین ساله روسا رو ببرم، چون برای ما همیشه در کشتی کشتیگیرهای روس کشتی‌های مطرحی بودن، اینکه مبارزه ما همیشه چشمگیر بوده، نتیجه که اعلام میشد خیلی مهم بود. یوردانوف بلغار هم مدت ها رقیب شما بود و من یادمه توی استودیو رادیو قبل از اینکه بریم یه گفتگویی بکنی، شما با یک حالتی گفتید امسال پرچمش میکشم پایین. این حالت اصلا یادم نمیره. 1990 کاملا نظرم کشتی بود که به هر حال برد با شما بود و طلای جهانی رو گرفتید. خدمت شما عرض کنم که والنتین یوردانوف یکی از اسطوره های کشتی جهان هستند. چندین مدال طلای المپیک و جهان داشتند و برای خودشون در فضای کشتی دنیا جا باز کرده بودند و برای منم خیلی مهم بود. فکر کنم تنها رقیب گردن کلفتش هم، ببخشید این کلمه گردن کلفت به کار بردم، شما بودید. یعنی اصلا مثل که همه رو راحت می برد سالها. کاملا درسته. در مسابقه در ایران ما کسی رو نداشتیم، در مسابقات جهانی و یا اینکه اروپایی، از ایرانی ها کسی اومده باشه یوردانوف رو برده باشه. تنها کسی که تونسته من بودم و برای این بردم خیلی زحمت کشیدم، خیلی تلاش کردم، چون سال قبلش در مسابقات جهانی سوئیس خیلی کشتی نزدیکی با هم گرفتیم و از اون طرف هم خیلی فکر نمی‌کردن که من بتونم یوردانوف رو ببرم. این کشتیگیر به نوعی به روباه کشتی، یعنی کشتی به عنوان روباه معرفی می‌شد. اینقدر با فکر، اینقدر حساب شده و برای بردن این شخص هم خیلی باید فکر می‌کردم. یک سال تمام من زحمت کشیدم، تمام کاراش رو زیر نظر گرفتم. تا جایی که یکی از خاطرات همین بود که کسایی که شبیه به این، یعنی از شکلن شبیه به یوردانوف بودن که برای اون هیبتش معمولی بشه، کسایی که گارد اون کشتی رو میگرفتن، تمام اونا رو برای خودم ردیف کردم. این خاطرات هم اینجا بوده که در یک اداره، اجازه میدید که من اسمش رو نگم، یکی از کارکنان اونجا شبیه یوردانوف بود، خیلی شبیهش بود. من به خاطر همین مسئله هفته یه روز یا دو روز میرفتم اون شرکت وامیستادم. به نوعی نگو اونا منو تحت نظر داشتن و مشکوک شدن. دیدم بعد از 3 هفته، 4 هفته، 5 هفته اومدن جلومو گرفتن. آقا شما چیکار دارین هفته دو روز یه روز میگه 2 ساعت وامیستین. خیلی جالب. برای خودم گفتم که ببخشید سوء تفاهم پیش نیاد. شما این عکسو ببینین؟ گفتم بله. گفتم اینم پرسنل شماست. گفت چقدر شبیه به همه. گفتم این یوردانوف قهرمان جهانه. منم مجید ترکارم. دقیقا. دارم تلاش میکنم با تمام کسایی که به نوعی از نظر فن زدن، از نظر شکل، این حرکت رو دارن، یه حالت رو دارن برای خودم به وجود میارم که بتونم راحت تر کشتی بگیرم. اینی که این آقایی دیدم از نظر شکل و شمایل که دیدم، شباهت رو که دیدم برایم که میخواد بشه، اینی که من هفته یه بار یا دو بار میام اینجا وامیستم که این آقا رو فقط نگاه میکنم. خیلی جالبه دکتر این موضوع. واقعا خاطری بود که تونستم و اون سال این شرایط، حتی کسی که با من هم اتاق بود اون لحظه همش به من میگه شب مسابقه فینال من از موی سرم گرفته تا پاهام، یعنی تمام سلولای بدنم اون شب داشت با یوردانوف کشتی میگرفت. گفتم کم کسی نبود. بله. کسی که میتونه 9 تا طلای جهان و المپیک رو داشته باشه. بله. شوره بود اصلا. اینکه تو اون مسابقه خدا خواست اون تمریناتی که من داشتم نتیجه داد و مسابقه رو تونستم با نتیجه‌ای که نگن اتفاقی بوده 8-2 و تو همون مسابقه هم
بازم شاکر خدا هستم به عنوان جنگجوترین کشتی، چون نمیخواستم کشتی تموم شه، میخواستم بگم من میتونم، من زحمت کشیدم و اونجا دوباره منو خواستن و یک نه با یک امتیاز و حالا دو امتیاز و اختار 8-2 خیلی 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 تفاوت. اونجا به عنوان سمبولشون کلاه سامورایی جنگجوی مال کشور ژاپن که میزبان بود به من داد. عالیه برای یه ورزشکار اولا ضروریه و در پیشرفتش مهمه. خدمت شما عرض کنم که من یه مقدار میخوام برگردم به عقب. خیلی چیزا هستش دونستنش باعث میشه که حتی ارتباط کاری هم که نداشته باشه فکر ما رو باز کنه. من کمترین چیزی که میخوام بگم از اینجا میخوام استفاده کنم. حالا چقدر خوب میشه که ما در تخصص یا کاری که داریم انجام میدیم بیایم علمیش کار کنیم. من مثال میزنم، در دوران ما کسی به اون صورت نمیومد از نظر تغذیه، از نظر کاهش وزن با ما به صورت علمی کار کنه. ببینید اگر ما این رعایت میکردیم این تحصیلات اینجا به کار ما میاد. اگر این مسائل علمی، یعنی این صحبت های علمی در کار ما بود و استفاده میشد، چقدر میشد که این قهرمانی استمرار داشته باشه، دوران قهرمانی توجه کنید طولانی تر باشه. به هر حال خیلی تاثیر داره اینکه ما تحصیلات میخواد بگیم. کسی که از نظر تحصیلات کشتی رو بهتر میتونه بفهمه، ورزش رو بهتر میتونه درک کنه و میتونه موفق باشه. پهلوان، قهرمان زندگی شما چه کسی است؟ من یه چیزی رو عنوان کرده باشم، بحث پهلوان میخواد بگیم یه جاهایی هست در کشتی برای خودشون، تو ورزش حتی برای خودشون الگو میگیرن. من به یک شخص الگو بسنده نکردم، چون دیدم هر کسی در جای خودش مطرحه. به عنوان مثال اگر نظر فنی میخوایم صحبت کنیم، میبینیم یکی در خاک خیلی تبحر داره، یکی می در سر پا، یکی در نظر اخلاقی الگوه. مثلا فتیلیپیچای یکی خیلی مشهوره، یکی بله کاملا درست. پس من نیومدم بگم که این آقا فقط این الگو منه. الگو پس میتونیم از نفرات مختلف شخصیتی توی زندگیتون قهرمان زندگی باشه، تاثیرگذار باشه. ببینیم میگم خیلی جاها بود. یه جا هست از اینکه در کشتی، من مثال فنی بزنم، من آقای عبدالله موحد در کشتی پوان نمیداد، این برای من خیلی مهم بود. یه جا میبینیم مثل آقای امام علی حبیبی میاد فنی رو برای خودش ابداع میکنه، به یادگار میذاره، اسم این فن رو به نام خودش مطرح میکنه، تایم کشتی هم تغییر پیدا میکنه. بس اینجا یه چیز دیگه است. یه جا میبینیم از نظر رفتاری صحبت میکنیم، بس اخلاقی داریم. آقای خدا رو بیامرز توجه به پهلوان تختی. ببین ما هر جا برای خود، من اینم که برای خودم الگوهای متفاوتی داشتم، نیومدم فقط بگم یک شخص، چون ما میگیم همه چیز رو همه کس دانن. بهترین ها رو در هر میشه گفت رشته ای چیزی انتخاب کردید و اینها مجموعا قهرمانان زندگی شما و تاثیرگذاری روی زندگی شما هستند. کاملا. من اینو فقط عنوان کرده باشم، یک ستاره نمیتونه موفق باشه،
این موفقیت و برنده بودنش در خرد و همت جمعیه. پس یعنی یک تیم باید باشن. اینی که من اگر منم اینجور عنوان میکنم برداشتی یا الگوی از دیگران بود که تونستم این نتیجه رو به دست بیارم. همیشه تو ذهنم همینه، تیمی میشه موفق شد. پس الگو هم میتونه تیمی باشه نه به یک شخص. شما یه مدتی برای آموزش مربیگری به استرالیا اگه اشتباه نکنم و تایلند رفتید. تایوان. بله. تایوان رفتید برای اینکه مربیای اونجا رو آموزش بدید. نظرشون راجع به ایران و ایرانی چی بود؟ یک بخشش بخش اخلاقی و رفتاری هستش، یه جا یه بخشش میاد بخش فنی. حالا من اگه بخش فنیشیم خیلی ما رو قبول دارم، از نظر کشتی خیلی ما دستات بالا میدونن در مورد فنون، در مورد این کارهای ریسکاری که در کشتی ما داریم، تفکراتی که در کشتی داریم از کجا شروع کنیم، مخصوصا در قسمت کشتی آزاد روی پاها که ما کار میکنیم خیلی ما رو قبول دارن. و بخش اون کوچینگی هستش که میبینن که چیزایی که ما با یک اشاره، با یک صحبت، توجه که با یک الفاظی خیلی راحت میتونیم کشتو از میگم از فضای خودش خارج کنیم و نتیجه بهتری بگیریم، اینا رو در کار ما خیلی اهمیت میدن و ارزش قائل میشن. بله. برای شخصیت ایرانی، رفتار ایرانی اینا هیچی فکر میکنید تاثیر پذیرفته بوده؟ خیلی خیلی. یه جایی هست با ایرانی ها، من نمیدونم چه چیزی، ما ایرانی ها داریم راحت ارتباط برقرار میشه. بحث اون اعتماد و اون اعتباری که ما داریم باعث شده که خیلی راحت با ما همراهی میکنن و در کار ما راحت میتونیم پیش بریم. این چیزای ما در خیلی به جوش هستیم و خیلی ساده و به اصطلاح رو راست برخورد میکنیم، مگر اینکه ببینیم که دیگه طرف خیلی دیگه داره نارویی میکنه. عرضم به حضور شما که برخی از مناطق تو دنیا، مثلا داغستان یا همین مازندران خودمون، کشتی درش زیاد مطرحه، مردمشون دوست دارن، قهرمانای بزرگ دارن، اصلا جزو به اصطلاح ورزش ملی محسوب میشه. علتش چیه؟ خدمتتون که صحبت‌های شما، من در مورد ریشه یابی این مسئله یه تحقیقی هم برای خودم انجام دادم. ما به فضا و یا محیط برای ما خیلی اثرگذاره، چون یه جا هست نوع تغذیه رو میبینیم، یه جا هست بحث فضای طبیعت رو ما میبینیم، یه جا هست بحث رفتارا رو میبینیم. ما میبینیم که در همین استان ما شهرهایی هستن که خیلی به این ورزش بها میدن، یعنی حتی به یه جای میرسن که شاید درست نباشه نرفتم، میگه فرزند و پسر باشه کشتیگیر بشه. این بس این نگاه، این حمایت، وقتی چنین نگاه و چنین حمایتی میخواد بشه، خود به خود کشتی بر خودش شکل میگیره. و ما میگم برای کشتی اولین چیزی که ما میخوایم ابزار، یعنی اون ورزشکار باید باشه. بله. وقتی این تعداد زیادتر میشه خود به خود انتخابم راحت تر میشه. و خیلی از جوانان و نوجوانای ما دوست دارن بیان کشتی بگیرن. بله. از کجا شروع کنم به نظر شما؟ ما اگر این دقت داشته، اینجور میتونم عنوان بکنم که بچه‌های ما در درجه اول قسمت پایه رو ما باید، یعنی اون بیس کار باید آماده بشه، حرکات بنیادی رو درشون قوی کنیم. ما از 9 و 10 سالگی میتونیم یواش یواش بچه‌ها رو وارد کشتی کنیم، روی تشک بیاریم. این نیستش که ما یه دفعه کشتیگی رو توجه کنیم به ولد نوجوانی که اومده و یا کودک هم حتی خواست یه دفعه بگیم لباس گرم و یا دوبنده بپوش. خیلی جاها ما داریم میبینیم که مربیان همین که ورزشگاه میره هیچ کاری انجام نداده، میگم بیا فقط تمرین کشتی انجام بده. ما برای کشتی در درجه اول بحثمون نرمش کردن، بحث این که تازه آموزش فنون ساده، بدنسازی مطلوب در اون شهر سنی شروع میکنیم برای کشتی گرفتن. و اگر چنین چیز رعایت بشه یقینا ما میتونیم بهتر نتیجه بگیریم. غیر از مسئله کشتی سرگرمیاتون چیه؟ مثلا موسیقی گوش میکنی؟ حتما، چون بحث روحی روانی اون آرامش که میخوام بگیرم از موسیقی آرامش میگیرم. من استاد عزیز، شاید بعضیا باور نکنن، من حتی توی دانشگاه 16 سال شنا تدریس کردم، یعنی اینقدر به آب علاقه‌مندم. من اصلا به طبیعت علاقه‌مندم، یعنی طبیعت رو یک استاد دانا و برجسته میدونم، وظیفه میدونم که تو کلاس شاگردی کنم. خیلی از دانستنی‌های ما از طبیعته. ما اگر دقت کنید بحث این محور کارهای علمی ما اگر میخوام ببینیم،
این نشأت گرفته از اون نظم طبیعت، از اون میگم نظم بی‌مثال طبیعت و کائنات شکل گرفته دانستنی های ما. و اینکه من خیلی علاقه دارم به این طبیعت و همینم باعث که یکی از چیزایی که در طبیعت من بحثم اون شناست با آب. خیلی با آب من رفیقم، در شنا در دانشگاه. پس از ورزش بعد از کشتیتون در واقع شنا هست؟ خیلی واقعا به شنا من علاقه مندم و توصیه‌ام برای همه دارم. خب حالا اگه بخوام ما یه موسیقی انتخاب بکنیم که در متن برنامه پخش بشه، به انتخاب شما چه موسیقی دوست دارید؟ من همه جور موسیقی رو گوش میکنم، اما با حال هوای حس اون زمان. در این شرایط اگر در این فضا من احساس میکنم آقای سالار عقیلی خون غزل که حماسیه، احساس میکنم شرایط الان اون حس رو به من میده. بنا به نام همه عاشقانت قسم که در را سری نامهربانی ها اخیراً میبینیم در کنار کشتی و ورزش های دیگه که انسان رو آزرد خاطر میکنه. یعنی کشتیگیر انگار به هر قیمتی فقط میخواد برنده بشه. گاهی میبینی به داور میتازن، به شهرها، به مردم شهرهای دیگه مثلا نسبت بهشون حساسیت دارن و رفتارهای این چنینی. ما چطور میتونیم اینا رو رفع کنیم؟ قدیم به نظرم به این صورت نبود. خدمتتون عرض کنم من یک باز میگم فلش بک میزنم به قسمت گذشته که در دوران ما و الانی که میخوام صحبت کنیم خیلی تغییرات به وجود اومده و قابل مقایسه با هم نیست. در مورد این مسئله که در گذشته که شما گفتین که وجود نداشت و یا اینکه کم رنگ بود، بله، کشتیگیرها فقط برای خود کشتی می اومدن، کشتی می گرفتن، نتیجهش خودش مشخص بود. کسی در برای قهرمانی اون تخفیف لازم داده نمی شد. این تخفیف هاست. تخفیف یعنی چی؟ 3 ثانیه آخر، حالا ولش کن. در گذشته این نبود. در تحمل سختی ها، آقا این گذشت نشده، بذار تحمل کنه. اینا یه مقدار در این دوره این تخفیفات داده شده. مسئله بعدی که ما داریم، یه مقدار بچه های ما زیاد به طرف بدنسازی رفتن. این دوتا مکمل هم دیگه هستن که ما میگیم چرا هم باید بدنسازی باشه هم فن. در گذشته به این فنون بیشتر بها داده میشد، ولی در حال توجه کردیم بیشتر به بدنسازی. در صورتی که این دو تا بازم تکرار میکنم با هم دیگه کامل میشه و میشه یک نتیجه خوبی گرفت. چه فنی رو
میدونستن که نباید بدن به مجید ترکان، ولا رفتن رو خاک، ولا رفتن رو پل. خدمت من بیشتر در مورد زیر کار میکردم، چه چپ چه راست، برای من زیرگیره قهاری بودید تو گزارشم، میگفتن نزن به پا برسه. گزارشم الان وقتی میگن دوستان گزارش میکنن یاد میکنن، یکی از کسانی که یاد میکنن از تالی هستید که میگن بله زیرگیر خیلی قهاری بود، وقتی به پا میرسید دیگه طرف کارش تموم بود. بسیار عالی. برای ما آوردی دیگه نشون بدی. بله آوردم که ببینی محبت میفرمی. خدمت جناب عالی. خیلی متشکر. یکی که بابا این که باید ملخ موقعی نیست که امریکایی اومده بودن اینجا تیمشون تمرین بکنن. کاملا درسته. من تو استودیو یادم چقدر مواظب بودن که ما بود یه وقت طوریشون بشه اینا. کاملا. آره من این تمرین ها رو از نزدیک دیدم توی مراقبه. بفرمایید بینندگان عزیز ما، تازه کشتی امریکا میخواست راه بیفته و اینا می اومدن کشتیگیراشون آورده بودن اینجا، یادم مربیشون مواظب بود که یو نشکنن. اینقدر راجب چیز نگران بود، تازه داشتن شروع میکردن. خب این چه سالیه؟ سکوی یک. این درست همون سکویی که به عنوان جنگجوترین کشتیگیر دوباره من روی سکو رفتم. بله. در سال 1990 در مسابقات جهانی توکیو. 1990 توکیو جنگجوترین کشتیگیر. بسیار عالی، بسیار عالی. و خب این هم که فرزندان نازنین. کاملا. درسته؟ بله. دو تا فرزند دارم به نام متین و رامتین. متین و رامتین عزیز. البته این عکس کودکیشون. الان چند سالشونه؟ الان یکی 23 سالشه، یکی ماشاءالله این شما بله دیگه زمانی گذشت. جوانی 21 ساله دارید. خدا حفظشون کنه انشالله. سپاس گذارم. و عرضم به حضور شما که اینجا هم باز سکویه. اینجا مسابقات بازی های آسیاییه. بازی های آسیایی؟ بازی های آسیایی 1986 سئول. سئوله، بله 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 بله. بسیار عالی. خب بی چند تا هم زیر عکس بزرگتر داشتیم. اجازه بفرمایید من این رو از زیر در بیارم. این هم که این یک صحنه است. بله یک صحنه از کشتی که از یک از خاطراتمه که من اینجا به یک نکته اشاره کنم. ما برای اینکه به قهرمانی برسیم باید یه چیزهایی از دست بدیم تا بتونیم یه چیزهایی به دست بیاریم. این خاطراتم با این کشتی بوده که پوانایی که داده بودم، حالتایی که به وجود اومده بود، چقدر من پوان دادم و به چه حالت بوده و این از دست دادن نتیجه کشتی رو من تونستم عوض کنم. که این کشتیگیر خیلی همش فکر میکرد برنده مسابقاته. بله. اینجا هم که این سکوی بعد سکوی 1990 یوردانوف نفر دوم. آها یوردانوف. بله. قیافش رو یوردانوف ببینم. آره آره آره. آقایوف. بله 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 بله. عجب عجوبه ای بود اینا. اسطوره است میگم. بله. چون شما سن 9 تا طلا و بعد از منم تو ادامه داد. بازم تونست باز مدال جهانی و المپیک بگیره. خیلیه. خیلی خیلی. خیلی. اینا فکر کنم همونه نه؟ این در جهانی مارتینتی سوئیس. سوئیس. بله. بله. 1989. ملاحظه فرمودید دوستان عزیز، بسیار عکس‌های خاطر انگیز، بسیار زیبا. الان غیر از تدریس با فدراسیون که همکاری دارید؟ کاملا درست. من حدودا 3 ساله با فدراسیون همکاری دارم و الان هم شرایط فدراسیونی که دارن رئیس فدراسیون انتخاب میکنن و بعد از یعنی سال 98 رئیس فدراسیون جدید مشخص میشه. شما کاندیدا نشدید؟ من نه.
دیگه فکر کنم همین روزا باید انتخاب بشه دیگه. امروز نام نویسی برای فردا آخرین روزی است که نام نویسی میشه و برای فروردین با امید خدا مشخص میشه. شما به نقاط مختلف کشورمون سفر کردید و مازندران هم طبیعتاً خوب میشناسید. اگر بخواید یه نقطه دیدنی از مازندران رو معرفی کنید به میهمانان مازندران، کجا رو توصیه میکنید؟ خب به یقین اگر چیزی که من اول نمیخوام بگم تعصب، ولی باز شهر خودم ببینم، چون دیدنی ها در شهر ما زیاد است. من فقط یه چیز آقای بازبرون یه خواهشی دارم که به تمام هموطنانم هم میخوام بگم، از این تریبون استفاده کنم. من خیلی طبیعت رو دوست دارم. از تمام کسایی که به استان ما، به شهر ما میان، توجه کردیم برای ایام عید، برای مسافرت، قدمشون رو تخم چشامون. اما یه چیز در نظر بگیرن، طبیعت ما رو خراب نکنن. اون بحث زباله‌ای که داریم. خواهش میکنم بینندگان توجه بفرمایید. این پهلوان ما این خواهش رو داره میکنه، قهرمان ما خواهش میکنه. ما که بارها گفتیم و بازم میبینیم متاسفانه حاشیه جاده ها آلوده است، خیلی از نقاط دیگه آلوده است، ولی دیگه انشالله حرف پهلوانمون رو گوش میگیریم انشالله. پس ساری رو معرفی میکنید؟ بله، چون جای دیدنی زیاد داره. البته بازم میگم ایران سرای ماست. وقتی مازندران صحبت میشه طبیعتش رو میخوام بگم، از دریاش میخوام بگم، از جنگلش میخوام بگم، توجه کردین؟ از کوهی که مثلا بفرض به سمت غرب میخوام بریم، کوههای 2000 4000 توجه کرد و و و خیلی بسیار. من از کدوم قسمتش میخوام بگم؟ خشکی لوچوی ما استعداد اینی که به صورت یک مسابقه کشوری یا جهانی در بیاد داری یا نه؟ ببین خیلی از رشته‌های ورزشی مثلا فنونی که حتی برخی از جودوکارای ژاپنی زدن، اینا همه شده یا المپیکی شده یا جهانی شده، مشهور شده، انواع اقسامش رو داریم. ولی این کشتی که خیلی هم به کشتی آزاد ما میخوره، این ظرفیت رو داره؟ میتونه در اینکه استعدادهایی رو که ما در کشتی داریم و پیدا کنیم، در اینجا خیلی واسه ما اهمیت داره. ورزش این محلی ما، بومی محلی ما که بس همون لوچو که میخواه بشه. ولی در مجموع اگر ما میخوایم این فضا رو برای کشتی به ارتباط میخوایم، بحث قوانین میشه. بله. بله. اینجاست که ما نمیتونیم توجه کردیم. الان رو کشتی باستانیمون داریم این کارا رو میکنیم. بازم میگم بحث باستانی که میخوایم بشه با کشتی پهلوانی میخوایم بگیم، بحث کشتی های بومی محلی که ما میخوایم صحبت کنیم. چرا خراسان برای خودش جداگانه داره، مازندران برای خودش داره، بحث گیلان برای خودش داره. اینا اگر با هم دیگه بحث بومی محلی خودشون میشه و کشتایی که قوانین براشون تدوین بکنی، بله میشه از اینجا یه چیزی ازش بیرون بیاد. بله. پهلوان ترکان، شما یه مقدارم به نظر میاد بدشانسی آوردید، برای اینکه خوردید به برخی تحریم ها. مثلا تو یه سری مسابقات ایران تحریم کرد، یه سری ایران رو تحریم کردن، نرفتیم اینها. ولی تعداد مدال های شما خیلی بیشتر از اینا میشد نیست؟ آقای بازیبرون، استاد عزیز، یه جاهایی هست که من از دلم میخوام بگم، من خیلی یعنی فیلم کشتی هم به اون صورت تو خونه ندارم. نمیتونم فیلم خودم رو خودم ببینم، چون سکه دورو داره. شما اونجا میگین بله اینجا مجید اول شد، یوردانا فورد، ولی من میام این یک سال دو سالی که چی کشیدم رو میبینم. کاهش وزن، آسیب دیدن ها و حتی قضاوت های غلطی که در مورد کار من به عنوان میشد. ما در دوران خودمون کاملا درست شما فرمودین،
ما چیز حدود 5 الی 6 سال به تحریمات جهانی و المپیک بود. یک سال تمام زحمت میشه منتظر بودیم. به حال یه دفعه مسئول بر دستور میدادن که برای اونجا تصمیم میگرفتن و ما هم تابع همون مقررات بودیم. ولی اینجا عمر قهرمانی ما، شما فکر میکنید یک قهرمان چند سال میتونه تو اوج بمونه؟ من 10 سال لباس تیم ملی به تنم بود، استمرار داشت. اما برای اعزام ما المپیک مال لس آنجلس نرفتیم. جهانی مجارستانی که سال 85 من مدال گرفتم، 86 باز گفتن نه. 87 فرانسه باز گفتن نه. ببینید خیلی سخت میذاره به یک خیلی سماجت میخواست، خیلی عشق میخواست که وقتی آقا مسابقه جهانی که وقتی ما نداریم و همه هدفمون که بتونیم تو جهانی خودمون نشون بدیم، تو المپیک جهانی کیف رفتیم برگشتیم 1983 جهانی کیف. خیلی سخت میذاره. خیلی تموم بود. ما حتی صبح پاشیم که وزن‌کشی کنیم، گفتن تیم باید برگرده. چشم. 84 بعد چی؟ هرچی چه بود جهانی لس آنجلس، گفتم بازم تو آمریکا تیم نمیره، شما صاحب کنین. بازم ما ادامه میدادیم، بازم میخواستیم، میگفتیم باز با یک امیدی حرکت انجام میدادیم. بله جناب پهلوان ترکان، تو خونم پهلوانید. خدمتتون عرض کنم که در مورد خانواده اگه میخوام صحبت بکنم، من اولویت زندگیمو که بعد از قهرمان باشه برای خانواده گذاشتم، چون به نوعی دیدم که بعد از قهرمانی ما یک دنیای دیگه ای داریم، دنیای متأهلی که میخواد باشه، دنیایی که با بچه های میخواد باشه. من یه زمانی اومدم بعد از قهرمانی در کار مربیگری، 1997 به عنوان مربی تیم ملی با بچه ها بودم در مسابقات، یک سال مسابقات آسیایی جهانی و تورنمنت هایی که رفته بودیم. دیدم در این مدت چیزی حدود یک ماه و نیم بیشتر نتونستم با خانوم و بچه هم باشم. یعنی خانوم من به نوعی هم پدر بود، خوب دقت کنید، هم مادری میکرد و به نوعی این فضای ما رو پر میکرد. در واقع قهرمان زندگی در واقع اون خانوم میشه که این خونه رو اینطور میگردونه. کاملا. من خدا رو شاکرم که همسری به من داده که هم رفیقمه خدا و همراهمه و از اونجام که بزنین فرزندانی دارم که تمام تلاشم این بود که در انتخاب، یعنی در زمان رسیدم که بود انتخاب میکردم کشتی و یا خانواده، اومدم خانواده رو انتخاب کردم و خواستم بچه هام در جامعه یک شخصیت مفیدی باشن، بتونن در جامعه جایگاه پیدا کنن که برای همشهریاشون یک شخص مفیدی باشن، کار مفیدی انجام بدن. اینجا بود که یه مقدار از کشتی فاصله گرفتم و با بچه هام خواستم بزرگ بشم. شما هم در کشتی به هر حال یک دهه مدام بر سکوی اول بودید و هم در زندگی ماشاءالله روی سکو قرار گرفتید و الگو هستید برای شما. بدون تعارف عرض میکنم برای مردم عزیز ما و جوانان عزیز ما. من حتی آقای بازی برون در بعضی جا استاد عزیز عنوان میکنن، میگن اگر دیدین کسی، من نه میگم کسانی که در زندگی موفق هستن، نگین پشت سرشون خانوم شدم، نه بگین بغل دستشون یا خانومی هستش. یعنی تا این حد به چنین میگم به خانومایی که با قهرمانان دارن زندگی میکنن واقعا دست مریضات میگم، چون واقعا با قهرمان زندگی کردن سخته. کمبودا، کاستی ها، سختی هایی که در دوران قهرمانی داشتن بعد از قهرمانی یواش یواش خودشون نشون میده. این زن خانواده هست، خانم خانواده هست که میتونه خانواده هم از نظر روحی نگه داره، هم از نظر کمبودهای مادی نگه داره. خیلی خیلی واقعا اینو که میفرمید قابل تعمق هست که چقدر یک خانم فقیر میتونه قهرمان خودش رو همینطور حفظ کنه تا قهرمان بمونه. شد و افسانه ها آغاز شد در من. مهربان ایستاده بود آنجا زیر سایه درخت تنها.
اگر که دوست دارید با همشهریان عزیز، همستانیای نازنین به گویش شیرین مازندرانی صحبت بکنید یا ضرب المثل چیزی بگید، بفرمید. دوربین هست و شما. اول اینکه من با مازندرانی صحبت کردن لذت میارم و از اینجا شروع میکنم که خیلی ممنون هستم از تمام همشهریای خودم، در چه در دوران قهرمانی چه بعد از قهرمانی، نهایت لطف به من داشتنه و همیشه مره همراهی ها کردنه. حتی یک مثالی دارم برای خودم که سالن بی تماشاگر اصلا بی معناه، بس به عشق این مردم بیه. اگر درسته. این مدالی که من دارم متعلق مال همه مردم هسته. من یه خواهشی دارم که از مسئولین شهر خودم که دون به خیلی از دوستان پیگیری این مسئله هستن، این مدالی که دارم مال همه مردم هسته. چرا باید در منزل من دبه؟ بلکه باید در جایی دبه توجه که متعلق به همه مردم هسته. اگر این چنین موزهی در شهر من داره، من اولین کسی با جان و دل، چون بازم در گام تکرار کنم، به این افتخارات مال مردم من هسته. این مدال تمام مردم ما، از حریف تمرینی من بری، از کسی که در سالن رو باز کرده، از کسی که توشک تمیز کرده، از مربی، از هر کس، حتی تماشاگرایی که با فریادشون هستن که میره کار کنه، این مدال من بری. پس اینا متعلق به اینا هسته، خودم از اینا جدا ندونم. زنده باشه آیه دکتر ترکان عزیز، پهلوان نازنین. خب در پایان اگر بخواد یک اسمی انتخاب بکنید برای این گفتگویی که بنده در خدمتتون بودم، چی انتخاب میکنید؟ اگر من اینو میخوام بگم، مازندران، حالا بحث، حالا مرکز استان ساری میخوام صحبت کنیم، همیشه ما پیشکسوتهایی داشتیم در قسمتهای مختلف که به شهر ما هویت دادن، به عنوان مثال دکتر شهیدی، آقای داراب، هر کدوم. بله. پس اینا به نظر من الگوی من هستن. به نوعی حماسه ساختن. من اگر میخوام بگم حماسه سازان ساری. بله. حماسه سازان ساری نامی است که پهلوان دکتر مجید ترکان برای این گفتگو انتخاب کردند و خودشون هم یکی از این حماسه سازان هستند. متشکرم دکتر. سپاسگزارم. قربان شما برم. مرحمت شما زیاد بینندگان محترم. آرام من بمان، کنارم بمان، بنگر مرا که میدهم بی تو جان، هر جا روم تو سایه ای از منی، تو غمگسارم، تو دنیای منی. دریای من ز موج گیسوی تو، روانم سوی تو، تمام من تو. آسمان رسیدم.